علی الدیری نویسنده و منتقد شیعه بحرینی با کتاب جدید خود به نام الهه التوحش به معنی الهه وحشیگری در شستومین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت شرکت کرده است. علی الدیری که توسط دولت بحرین سلب تابعیت شده و همکنون در کشور کانادا به سر می برد. کتاب خود را توسط مرکز تحقیقات و اسناد آوال در کانادا منتشر کرده است این کتاب ادامه یک کتابی دیگر از همین نویسنده با نام نصوص متوحش است که آن نیز سال گذشته منتشر شده و به بررسی افکار ویرانگر و تکفیری برجامانده از ابن تیمیه می الدیری در کتاب جدید خود به تشکیل اولین حکومت سعودی با تفکر وهابی در 270 سال پیش پرداخته و طرز تفکر این حکومت از گذشته تا به را مورد بررسی قرار داده است وی در مقدمه کتاب میگوید در این کتاب تلاش شده از میان متون برجامانده از محمد بن عبدالوهاب اثبات کنیم که از نظر او تکفیر پروژه‌ای مبتنی بر قتل و تابع مصلحت‌های سیاسی است لذا باعث می شود انسان در راه اهداف سیاسی از انسانیت خود جدا شود نویسنده بر این باور است که متون و کتاب های تکفیری و وهابی به جامانده از گذشته تاریخ رسمی و هویت عربستان را تشکیل می دهد هویتی که با سراحت تمام مشارکت عمومی و تعددگرایی را نفت می کند و قصد دارد تمام مخالفان خود را از صحنه روزگار محو سازد گفتنی است در صدر اسلام نیز اشخاصی با این تفکرات خودمهورانه وجود داشتند که پذیرای هیچ نوع انتقادی نبودند و منتقدان خیش مانند اهل بیت پیامبر علیهم السلام و بسیاری از شیعیان و محبین آنها را به شهادت می‌رساندند امروزه هم های تند تندرو در قالب گروه های مانند داعش یا القاعده با پیروی از همان مکتب و تفکرات تکفیری امثال ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب تمام اهل تشیع در سراسر جهان را کافر می‌خوانند و شیعیان را به شهادت می‌رسانند.